درود به شما براندازهای عزیز. در ابتدای این ویدیو میخوام یک بار دیگه میزان وقاحت و بیشرافتی مزدوران وابسته به رژیم رو به تصویر بکشم. تا زمانی که حکومت آخوندی سقوط نکرده، وقتی از خونه میریم بیرون نمیتونیم با اطمینان بگیم که زنده و سالم به خونه برمیگردیم. امروز یکی از پل‌های عابر پیاده در تهران روی سر مردم این شهر سقوط کرد. اما با وجود همه این خطرها، باز هم یک دختر شجاع تهرانی با یه رقص زیبا و با آهنگ روسری تو در بیاره مهدی یراهی به سبک خودش فراخوان آغاز موج دوم انقلابمون رو ساخت. آسمون که ابریه گرش گرفته رو به روی تو، موها تو باستون تا برچم به موج بوی تو، پرده رو بزن کنار حال آسمون که خوشه، خودت و خورشیدی غیر ممکنه بروشه. قبل از ادامه خبرها اینو بگم که بعد از چند تا خبر کوتاه دیگه، کلیپ سخنرانی مهم چند ساعت قبل شاهزاده رضا پهلوی رو درباره موج دوم انقلابمون پخش خواهم کرد. اگه یادتون باشه که حتما هست، در دو سه ماه اول بعد از قتل زنده یاد مهسا امینی، مردم دائم از ارتشی‌های ایرانی درخواست کمک می‌کردن. معترضین ایرانی از ارتشی‌ها می‌خواستن تا به قسمی که خوردن تا مدافع جان، مال و ناموس مردم ایران در هر شرایطی باشن عمل کنن. یه عده از ارتشی‌های شجاع هم به مردم پیوستن، اما خیلی از ارتشی‌ها بین شجاعت و ترس دومی رو انتخاب کردن، بین شرافت و حقارت دومی رو انتخاب کردن، تا اینکه کم کم شعار سبزی پلو با کشمش بیخامه مثل ارتش به شعارهامون اضافه شد. امروز یکی از اعضای ایرانی ارتش آمریکا با چشمان خیس با ارتشی‌های ایرانی صحبت کرد که ازتون می‌خوام هم تماشا کنید و هم انقدر شیر کنید تا همه ارتشی‌ها این کلیپ رو ببینن. سلام دوستان، یه پیام میخواستم به این ارتشی ایران بدم واسه سپتامبر 16. دوستان، من خودم سالیان سال توی ارتش آمریکا خدمت کردم و وقتی ما وارد ارتش آمریکا میشیم قسم میخوریم که از قانون اساسیمون مقابل دشمنان خارجی و داخلی دفاع خواهیم کرد. بازم میگم داخلی، فرقی نمیکنه دولت باشه یا تروریست باشه یا ایکس و ایگرگ باشه. همیشه مردم آمریکا از ما این سوالو میپرسن که آقا اگر روزی برسه که دولت آمریکا به شما دستور بده در مقابل مردم وایسید و مردم رو بکشید چیکار خواهید کرد؟ جوابش خیلی آسون بود. من همیشه گفتم تو ارتش آدمای خوب و بد هستن. سیب خراب همه جا هست، ولی آدمای خوب خیلی هستن. ما اسلحه‌مون رو میذاشتیم زمین و میرفتیم کنار مردم وای میسادیم. چون ما یکی از مردم هستیم، هیچ فرقی نداریم. ما شغلی که انتخاب کردیم ارتش بوده، عین مردم دیگه که شغلی که انتخاب کردن توی رستوران یا مهندس یا دکتر بودنه. ما خودمون از مردم هستیم. حالا ارتشی های محترم ایران، 44 سال به مردم ظلم شد، بیایید یک بار برای همیشه این اسلحه رو خودتون دست خودتونه. وقتی میگن برید آدم بکشید، لازم نیست بزنید، هیچ کسی شما رو نمیبینه، نزنید. اگر نمیتونید کاری بکنید، برید استعفا بدید. دوستان، این حکومت رفتنیه، شما میمونید با مردم. وجدان داشته باشید، یک بار برای همیشه کنار مردم وایسید. به امید آزادی ایران، دوستتون دارم. در اینکه فرمانده‌های ارتش رو سپاه خریده هیچ شکی نیست، ولی اطمینان دارم که با میلیونی شدن جمعیتمون در خیابان‌ها، سربازان ارتش تفنگشون رو به سمت دیکتاتور خواهند گرفت، به ملت ایران تعظیم خواهند کرد و فرمانده‌های مزدورشون رو به پای میز محاکمه خواهند کشید. امیدوارم اون روز باشم و این خبرها رو از طریق برانداز و با خوشحالی براتون بازگو کنم.
تا اون موقع چند ثانیه دروغ شاخدار بشنوید و بدون اینکه من توضیحی بدم نظرتون رو در موردش بنویسید. اون دختر تازه نامزده که میفرسته میره همسرشو به دفاع از حرم، بعد شهید میشه، من میرم بهش دلداری بدم که دختر قصه نخور درست میشه، من میبینم حالت بوس زده داره من نگاه میکنه، میگم خب دختره یه حالا همین اول عروسی اول زندگی بهش گفتن شوهرت شهید شده، حق دارین شوک بشه. بعد میبینم از اینجوری نیست، نگاه آقلن در صفی میکنه، میگه حاج حسین چی داری میگی؟ ما شرط ضمن عقدمون با این پسر تو شلم چه این بود که این بره دفاع از حرم کنه، این اتفاق امام حسینی میتونه بیفته. شما نگاه کن، همه حاج قاسم الان میگی دوست دارن، هر قشری، هر تیپی، هر قیافه‌ای، هر علایقی، هر سلایقی. اما امروز ابوطالب یه تیکه زخیم و دردناک به مهدی ترابی و همه پاچه مالان خامنه ای انداخت. ابوطالب در حالی که دستانش رو به همون حالتی گرفته بود که امثال ترابی بعد از دیدن خامنه ای میگیرن، رسما اونو با خاک یکسان کرد. نو مهدی ترابی فول تایم مای شرت. مهدی ترابی مثل اینکه 90 دقیقه پیراهنش رو کشیده و ناراحت شدن به خاطر اون. با نزدیک شدن به سالروز آغاز انقلاب زن زندگی آزادی، شاهزاده رضا پهلوی با همه توان در حال تلاش برای کمک به انقلاب. شاهزاده از نظر خیلی از مردم ایران بهترین شخص برای هدایت دوران گذار بعد از سقوط رژیم محسوب میشه و باید کمک کنه تا مردم ایران با صندوق‌های رأی آینده خودشون رو انتخاب کنن. شاهزاده چند ساعت قبل یه سخنرانی کوتاه و خیلی مهم انجام داد که فکر می‌کنم خیلی مهمه که همه این صحبت‌ها رو بشنوند. شاهزاده رضا پهلوی دعوت میکنم تا تشریف بیارن. قبل از هر چیزی سپاسگزارم از کسانی که تدارک دیدن این برنامه رو، تلویزیون من و تو و البته متخصصینی که امروز اینجا هستن و دوستانی که امروز آمدید و شاهد این برنامه هستید و قطعا سوالاتی هم خواهید کرد. برای من همیشه مسئله تنها این نبوده که به فکر یک تغییر ساختار سیاسی کشور باشیم که صد البته یک پیشرفته برای اینکه تمام این اهداف رو بتونیم به اجرا بگذاریم، چرا که بیکفایتی نظام و بیتوجهیش به کسانی که در کشور الان داریم، ما فقط یه نمونه کوچیکش رو اینو که اون کوه یخ یا آیسبرگ رو میبینید، ولی هزاران هزار در داخل ایران هستن، از متخصصین زیست محیطی، بهداشتی، هر چی که فکر بکنید، که متاسفانه هیچ وقت صداشون شنیده نشده و نتوانستن در واقع بتونن کمکی باشن در ترقی کشورمون. بنابراین با امید اینکه پس از این تغییر و آزادی در کشورمون وارد کار سازندگی کشورمون مجدداً بشیم و کشورمون رو از نو در واقع با توجه به اینکه 40 سال واقعاً عقب موندیم ولی خیلی قابل جبران هست پیش ببریم. و این برنامه نموداری خواهد بود از بخشی از مسائلی که باهاش مواجه هستیم که مسئله انرژی هستش البته، و امیدوارم برنامه‌های دیگری بعداً داشته باشیم راجع به مسائل دیگر. و طبیعتاً من فکر میکنم مسئله مهمی که امروز خواهیم شنید فقط انرژی های موجود نیستش، که البته نفت و گاز یک جنبه اصلیشه، ولی طبیعتاً انرژی قابل تجدید و باد و به صلاح آفتاب و خورشیدی هستش که به نظر من پتانسیل خیلی زیادی در مملکت هست، که برای من خیلی جالب خواهد بود از این دوستان بشنویم در این مورد و از سایر کارشناسان. و خوشحالم که از محیط دانشگاهی نسل امروزی که قطعا اتصال دارید با داخل و خودتون اومدین و تینک تنگ های مختلف رو ترتیب دادید و راجع به مسئله تحقیق میکنید و این رو میتونیم منتقل بکنیم به داخل مملکت، این گفتمان رو دوستان باسی واقعا گسترش داد. برای اینکه من فکر میکنم مملکت فقط نمیتونه یک کشوری باشه که عده زیادی فقط متکی به تعداد محدودی در سطح دولت و کارشناسان باشن، واقعا باز خودشون یک نوع مشارکت و درک این که چگونه میتونن به این پیشرفت کمک بکنن باشه. و بعد از همه این حرفا یه نکته که همیشه در ذهن من بوده و هست، ما واقعا نیازمند یه فرهنگسازی نوین هستیم، چه از دید سیاسی، چه از دید اقتصادی، چه از دید اجتماعی، و این بخشی از اون فرهنگسازی میتونه باشه. بنابراین امیدوارم بتونیم استفاده بهینه از تمام این استعدادها بکنیم و این رو بتونیم
منتقل بکنیم و شاید این باشه مبحث اصلی همیهنانمون، فراتر از مسائل صرفاً سیاسی و آزادی حقوق بشری، بلکه اینکه چگونه ما این آینده رو میتونیم ترسیم بکنیم. سپاسگزارم از اینکه من رو شرکت دادید در برنامه‌تون و امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم. مرسی.